ما برای اینکه در زمینه‌ای به شناخت برسیم باید به دو سوال جواب بدیم. یک، چرا؟ دو، چگونه؟ دوست من، چرا میخوای بری دانشگاه؟ خب حالا چجوری باید وارد دانشگاه بشی؟ چرا میخوای طلبه بشی؟ خب چجوری میشه طلبه شد؟ چرا میخوای آشپز قهاری بشی؟ چجوری میشه آشپز شد؟ چرا میخوای قهرمان شنا بشی؟ چجوری باید قهرمان شنا شد؟ ما برای اینکه به شناخت برسیم باید به دو تا سوال جواب بدیم. چرا، چگونه؟ ازدواج هم نیاز به شناخت داره. وقتی من دلایل خیلی ها رو برای ازدواج میبینم و اصلا خندم میگیره. با خیلی از دختر پسرها توی دانشگاه من صحبت کردم. من 9 تا دانشگاه فقط تدریس میکنم و خب شاید بگم در مطرح ترین دانشگاه های کشور تقریبا تو 99% هم سخنرانی داشتم. با خیلی از دختر پسرها صحبت میکنم که شما واسه چی میخواین ازدواج کنین؟ دلایلی که ازشون شنیدم جمع‌بندی کردم براتون بخونم. یک از یک خنده‌دارتر و بیریختر. چرا میخوای ازدواج بکنی؟ آخه پسر خوشتیپه، آخه دختر خوشندام، دماغش وای و دماغ سربالا. آه خب شما برو باید دماغ ازدواج کن، میفروشن دماغ پلاستیکی هست. چرا میخوای ازدواج کنی؟ به خاطر هیکل ورزشی پسر. میخواد ازدواج کنه با عناوین و دکوپوزهای طرف. چرا میخوای باهاش ازدواج کنی؟ آخه دکتره، عضو هیئت علمیه، رئیس فلان شرکت، حاج آقاست. خب باش، ازدواج با عنوان یه نفر؟ میخواد ازدواج کنه چون دیده توی دانشگاه خیلی پر انرژیه، خیلی فعاله، یه جورایی همیشه یه عده دورش جمعن. آدمیه که توجه خیلی ها رو به سمت خودش جلب کرده، گفته بذار همه توجه ها مال من باشه. میخواد ازدواج بکنه چون عاشق شده. میگه آقای فرهنگ میدونم ها این 1000 تا ایراد داره، میدونم 10 تا دوست از جنس مخالف داره، میدونم ولی چی کار کنم، عاشقشم. آدم ها عاشق که میشن پرت و پلا زیاد میگن. میخواد ازدواج کنه چون مدام توی ذهنش فیلم تایتانیک 2 رو بازی میکنه و قهرمانش هم خودشه. وای آدم عاشق بشه، برو بابا، خودم با عد و عطفار که نمیشه زندگی کرد که. میخواد ازدواج بکنه واسه چشم و همچشمی. آخه میدونی دختر خالم پسرمو با یکی ازدواج کرده، مثلا مدیر کله، من میخوام با این ازدواج کنم مدیر عامل، حالشو بگیرم، بگم همسر من 6 تا مثل همسر تو زیر دستشن. میخواد ازدواج کنه به خاطر شرایط از دست، به خاطر فرار از دست شرایط خانواده. مثلا دختره رو تو خانواده نمیذارن هر وقت بره هر وقت بیاد، میگن خونه شوهرت که رفتی هر غلطی میخوای بکن، فعلا اینجا خونه باباته. پسره هر مدلی نمیتونه موهاشو بزنه، میخواد خروسی بزنه اینجوری. باباش میگه مثل آدم موهاتو میزنی. خب میخواد ازدواج کنه بره بعدن قرقاولی هم زد کسی بهش گیر نده. میخواد ازدواج کنه به خاطر فرار از دست شرایط خانواده، به خاطر فرار از یه سری محدودیت ها و این غلطه. میخواد ازدواج بکنه تا از تنهایی در بیاد. یا این که میگه میدونی آقای فرهنگ من دوروبرم آدم زیاده ولی هیچ کس منو نمیفهمه، هیچ کی منو نمیفهمه، اما خب با یکی ازدواج کنم منو بفهمه. اتفاقا معمولا این آدم ها با آدم های نفهم ازدواج میکنه. حالا میریم جلو بهتون میگم چرا. علمی بهتون میگم چرا. یا مثلا دوروبری ها تالا خواهر برادر ها ازدواج کردن، مامان بابا یکی یا هر دو مردن، این میترسه من داره دوروبرم خالی میشه، بود دو هم ازدواج کنم تنها نمونم. ازدواج میکنه چون در خودش ضعفی احساس میکنه و در طرف مقابل قوت. مثلا من آدمی هم که اعتماد به نفس ندارم، جلوی جمع جرأت حرف زدن ندارم،
قدرت ابراز وجود ندارم، تا میام دو کلمه بگم به تته پته میفتم، پیشونیم عرق میکنه، یکی انقدر اندازه اشکای سرندیپیتی میبینیم اژدهای مهربون. بعد یه نفر تو دانشگاهمونه، اوف انقدر اعتماد به نفس، استادا رو لوله میکنه میذاره تو جیبش. من میخوام با این ازدواج کنم که ضعف خودم رو در او پنهان کنم، من میخوام پشت او قایم شم. ازدواج میکنه برای اینکه نقطه ضعفش رو در قوت یک نفر بپوشاند. خب پس نیت درست چیه؟ ازدواج انتخاب کردن یک همراهه، یک همسفره. ما تو زندگیمون دوستان قراره یک قله هایی رو فتح بکنیم. ما که در این عالم نیومدیم که بخوریم و بخوابیم و بگردیم و خوش باشیم. و پس فرق ما با حیوانا چیه؟ خب حیوانا هم که میخورن و میخوابن و میگردن و یه لونه درست میکنن و ما میشیم حیوان. اصلا یکی از چیزایی که من و شما رو به خاطرش در این عالم آوردن اینه که رشد بکنیم، مفید باشیم، مؤثر باشیم، اثری از خودمون در این عالم بذاریم. دوستان من، ازدواج برای رشد کردنه، برای قد کشیدنه، برای فتح قله است. رسول الله فرمودن هر کس که میخواهد خداوند را پاک و پاکیزه ملاقات کند باید همراه با همسفرش سفر کند. اصلا بدون همسفر نمیشه. الرفیق ثم الطریق، رفیق تو پیدا کن بعد پا در میدان رشد و تعالی بذار. که بهترین رفیق میتونه کی باشه؟